به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. جبهه آزادی افغانستان میگوید که نیروهای این جبهه در یک حمله سه جنگجوی طالبان را در پروان کشته و زخمی کردند. این جبهه شب گذشته با نشر اعلامیه گفته است که این حمله روز گذشته بر یک بازگاه طالبان در ارگ جبل سراج ولایت پروان انجام شده است. این در حالی است که جبهات مخالف طالبان اخیراً عملات خود بر جنگجویان طالبان را تجدید کردند. زلزله شدید بدخشان را تکان داد. مرکز زلزله نگاری ولکانودسکوری گزارش داده که زلزله با قدرت 5.3 درجه ریشتر ولایت بدخشان و قسمت‌های از تاجکستان را تکان داده است. این مرکز افزوده است که این زلزله شام گذشته به وقت محلی رخ داده و مرکز آن در حدود 127 کیلومتری شمال شرق خاروغ تاجکستان بوده است. بر بنیاد گزارش این زلزله در عمق 49 کیلومتری زمین رخ داده است. ولکانودسکوری افزوده است که احتمال پس‌لرزه‌های متوسط و خفیف نیز در این منطقه وجود دارد. تا هنوز از تلفات و خسارات این زلزله گزارش منتشر نشده است. تیم ملی افغانستان به قطر رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که تیم ملی فوتبال کشور برای بازی‌های مرحله دوم مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 27 راهی قطر شده است. این فدراسیون با نشر اعلامیه گفته است که تیم‌های ملی عصر روز دوشنبه 22 عقرب کابل را به مقصد دوحه پایتخت قطر ترک کرده است. بر بنیاد اعلامیه تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم‌های قطر، کویت و هندوستان می‌رود. اعلامیه افزوده است که اولین بازی تیم فوتبال کشور در دو رفت این مرحله روز 25 عقرب در برابر قطر و دومین بازی روز 30 عقرب در برابر کویت برگزار خواهد شد. سومین بازی افغانستان هم در برابر تیم ملی هندوستان برگزار می‌شود. گفتنی است که دور برگشت این بازی ها در ماه های عمل و جوزای سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد. و خبر فوری و تکاندهنده که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در کابل با آماج میگویند که استخبارات گروه طالبان 10 جوان دانش آموز ولسوالی سیاگرد ولایت پروان را از شهر کابل بازداشت کردند. منابع روز دوشنبه تایید کردن استخبارات طالبان 8 روز قبل 10 تن از جوانان دره فندقستان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان را که در کابل زندگی می کردن بازداشت کردند. با گفته منابع یک تن از دانش آموزان به نام راهب زیر شکنجه طالبان جان باخته و 9 تن دیگر آنان در بند این گروه به سر می برند. منابع در ادامه افزوده است که جنازه راهب روز گذشته به غربند انتقال داده و دفن شده است. از سوی هم منبع افزوده است که برادران و نزدیکان و افراد بازداشت شده در صفوف پلیس محلی حکومت پیشین اجرای وظیفه می کردند. این در حالی است که 2 سال پس حکومت طالبان صدها نظامی پیشین توسط این گروه بازداشت، شکنجه و به قتل رسیدند. زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید که قرار است سازمان ملل متحد نشستی را با حضور نمایندگان ویژه کشورها در مورد افغانستان برگزار کند. زمیر کابولوف دوشنبه به خبرگزاری تاس گفته است که نشست نمایندگان ویژه در مورد افغانستان در هماهنگی با سازمان ملل برگزار خواهد شد. کابولوف افزوده است ما و شرکای منطقه ایمان به خاطر داریم که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل قصد داشت نمایندگان ویژه کشورها را گرد هم آورد، اما طوری که در بهار در دوحه برگزار شده بود. وی در مورد زمان و مکان برگزاری نشست جزئیات ارائه نکرده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قرار است روز سه‌شنبه یک جلسه استماعی را با موضوع بررسی سیاست دولت بایدن در قبال افغانستان از زمان خروج ایالات متحده از این کشور برگزار کند. در این جلسه جان سپکو سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگر شهادت خواهد داد. سیگر هر سه ماه یک بار از نظارت خود از بودجه که آمریکا در افغانستان هزینه می کند به کنگره ایالات متحده گزارش می دهد.
آخرین گزارش این اداره نتایج ارزیابی وضعیت سکتور معارف افغانستان از زمان تسلط طالبان است. سیگر در این گزارش گفته است که از آگوست 2021 به این طرف وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا یوسید از بخش معارف افغانستان از طریق 6 برنامه با هزینه کلی تقریبا 185.2 میلیون دلار حمایت کرده است. به گفته سیگر طی 20 سال آمریکا 1.3 میلیارد دلار در بخش آموزش افغانستان هزینه کرده است. تشکر از توجهتون. تا بعد، بدرود.